برنامه تنظیم کردن که چند دقیقه اینجا یه آهنگای رنج رقص این هر چی اسمش رو می‌ذاری نمی‌دونم ما بزنیم شما یه رقص کوچولوی بزرگی هر چی دوست دارید ولی خواهش می‌کنم بقیه‌اش نوار می‌ذارید یه چند دقیقه اینجا هستی خوش باشید زمان برگزار کننده این فستیوال خانم خرازی واقعا هممون تشکر می‌کنه منم از طرف شما علیکم Thank you.
من علی سعیدی هستم، استاد انجمن خوشنویسان شعبه لندن. حدود چند سالی از در خدمت دوستداران هنر اصیل ایران در مشغول فعالیت هستم و دوستداران بسیاری، هنرجویان بسیاری از اقصا نقاط جهان در این کشور گرد هم جمع شدن و ما در کنارشون هستیم و مشغول تدریس این هنر اصیل و زیبای ایرانی هستیم. همونطوری هم که میبینید در این دو روز شنبه و یک شنبه، سوم و چهارم آپریل در بریتیش میوزیوم کارهای بسیار زیبایی از هنرمندان مختلف ایرانی اینجا گردآوری شده، از جمله کار بنده هم به نمایش گذاشته شده که این کار مشخصا کار خطاطی یا کالیگرافی اصیل ایرانی است و دوستداران میان از کشورهای دیگه و اسمشون رو میدن، ما هم به فارسی مینویسیم به عنوان یادگاری، هم معرف خط ایرانی و فرهنگ و هنر ایرانی باشه و هم این یادگاری در مناظرشون باشه، اسمشون به خط فارسی داشته باشن و لذت ببرن. در کنارش هست که ما یه سری کارهای دیگه هم از هنرمندان دیگه خطاطان عزیز ایرانی قرار دادیم اینجا که معرف این هنر باشه. در هر صورت خیلی ممنون از بذل توجه همگان. دوستانی که اومدن اینجا بعضی هاشون اصلا شوک زده شدن، به نوعی باید بگم با این دید اومدن به ایران، دارن نگاه میکنن که ایران مهد هنر، مهد این همه لطافت هست و همگی من احساس میکنم یه علاقمندی خاصی واسه شون پدید اومده که برن ایران رو از نزدیک ببینن، مردم ایران و هنر ایران رو از نزدیک ببینن. وقتی که میبینن گوشه‌هایی از هنر ایران انقدر لطافت و زیبایی داره، علاقمندی زیادی به خود ایران و فرهنگ ایران پیدا خواهند کرد و من فکر میکنم تاثیر بسیار زیادی داشته و من خوشحالم از این واقعی که اتفاق افتاده. من احساسم همیشه بر این بوده که بهترین زبان، زبان هنر و زبان فرهنگ بوده و هیچ زبانی گویاتر از این زبان و برای مراوده بین ملت‌ها نیست. ممکنه دولت‌ها در هر سطحی با هم اختلافاتی داشته باشن، ولی ملت‌ها تنها زبانی که همدیگر رو میتونن بشناسن زبان هنر هست و بدون هیچ پرده و بدون هیچ مشکلی با هم با این زبان ارتباط برقرار خواهند کرد. من دوستان زیادی، هنرمندان بسیاری از کشورهای دیگه، کالیگرافای ایرلندی، اسکاتلندی، کشورهای دیگه آمریکایی اومدن اینجا با من ارتباط مستقیم برقرار کردن و دوست داشتن که از نزدیک کارهای منو ببینن و من همچنین دوست داشتم کارهای اینا رو ببینم و خودش این یه تبادل فرهنگی عظیمی خواهد بود و من از این واقع مجددا عرض می‌کنم که واقعا خوشحالم. یکی از زیبایی‌های کار ما بود که فکر می‌کنم که ایرانیانی که نسل دوم بودن و حتی فارسی را به سختی اینها هم تلفظ می‌کردن هم می‌دونستن، با دیدن خط خودشون به شیوه خطاطی شده و هنری یه علاقمندی خاصی درشون به وجود اومده که حداقل برن الفابت یا الفبای فارسی یاد بگیرن، خوندن و نوشتن یاد بگیرن، حالا در مرحله بعدی اگه اومدن. من اینجا چون یه سری تراکت هایی هست که برای آموزش خط به قول معروف خطاطی و خط فارسی هست، اومدن علاقمندان و این تراکت ها رو برداشتن و خیلی علاقمندی نشون دادن که بیان کلاس و خط یاد بگیرم. خب این تأثیر خواهد داشت که این نسل دوم یه ارتباطی با خود زبان و ادبیات فارسی برقرار خواهد کرد. من سید احمد حسینی خرمی هستم، یکی از هنرمندان ایرانی. ما امروز توی موزه لندن هستیم و یک مراسمی در ارتباط با گسترش فرهنگ‌های مختلف در این کشور هستیم که بنده از طرف سازمان گسترش زبان فارسی امروز اینجا نمایشی از فرهنگ هنر نقاشی ایران رو به نمایش می‌ذارم که امیدوارم بتونیم که گوشه ای از نقاشی سنتی ایران که با
به نوعی میشه گفت سالهاست دیگه به جدیت کار نمیشه درش، بتونیم یه کمکی کرده باشیم که به فرهنگ‌های مختلفی که امروز اینجا میان و مردمو با این شرط میبینن بتونن که واقعا گوشه از نقاشی هنر ایران دیده بشه. برای من قابل توجه بود که حتی یک سری از انگلیسی هایی که اینجا میامدن کارها رو نگاه میکردن حتی رستم رو میشناختن، برای من خیلی جالب بود که رستم رو میشناختن، سهراب رو میشناختن و راجب این تابلو از من سوال میکردم و من براشون توضیح میدادم که اصلا داستان این تابلو بر چه اساسیه. اینی که برای من خیلی جالب توجه بود، حتی از ملل مختلف مثل یونان یا کشورهای مثل اسپانیا می آمدن اینجا و سوالاتی می کردن که من می دیدم خودشون به نوعی اطلاعات خیلی کم ولی خب قابل توجه نسبت به این هنر نقاشی ایرانی داشتن. سپر نیاکان ما در جنگ‌ها و رزم‌های قدیم